سپاس مجد شما خوبید انشاءالله. خب نعم، السلام علیکم جميعا يا أيها الطلاب العزيز في صف الصامن، صباح النور أيضا. اليوم فاليوم الثلاثاء من أيام الأسبوع ندرس الدرس الرابع في عنوان التجربة الجديدة. در رابطه با امتحانات که می‌فرمایید امتحانات رو تأسیس کردیم، بذارید درس بدیم و بعد انشاءالله نمرات خدمتتون میخونم. اون امتحان تو لیست دفاتر کلاسی وارد نشده، ولی خب نمراتش هست انشاءالله بعد از درس خدمتتون میخونم. خب درس رابع المعجم، ابن آدم، آدمیزاد، ابن به معنی پسر، فرزند هم میاد. درس رابع کتاب ما قدیمی است، صفحه 42 است. از صفحه کتاب شما را 39 باشه، 40 باشه، 40 هست میفهمم به خلیفه. بله متشکر. انما فقط به سهولت، به آسانی، جدل، ستیز، هم بردن، هم کردن. خطایا، گناهان، خطاها، مفرد خطیعت و گناه، خطا، رجوع، برگشتن، ریاضی، ورزشکار، ریاض، ورزش، شاهده، دید یا شاهد و میبیند. ببینید بچه ها،
اومده فعل ماضی و مضارع را با یه شخص واحد، یعنی اگر قرار شاهده سوم شخص مفرد باشه مذکر، یا شاهده هم سوم شخص مفرد مذکر، تفاوت اینه که اولی داره فعل ماضی رو مطرح میکنه و یه شاهده بیانگر فعل مضارع از سوم شخص مفرد مذکر است. دقیقا مقایسه کرده شخص های واحد را رو فعل های ماضی و مضارع مقابل هم قرار داده و این خیلی برای یادگیری شما عزیزان مفید هست. شکر تشکر کرد، یشکر رو تشکر می کند. صادق رازگو، صادق رازگو. صدق راست گفت، یزدق راست می گوید. تا اینجا هرچی می بینیم سوم شخص مفرد مذکر هست. سوم شخص مفرد مذکر ماضی، سوم شخص مفرد مذکر مضارع. آش از زندگی کرد، یعیش و زندگی می کند. غرق غرق شد، یغرق و غرق می شود. غضب خشم، فرس اسب، فدان نقره. فعل کار انجام دادن، قادم آینده، قصد منظور، قول گفتار. کذب دروغ گفت، یکذب و دروغ میگوید. لذا بنابراین مختبر آزمایشگاه نفس خود، فی نفسهی با خود. نفع از سود رساند، ینفع و سود میرساند. نهر رودخانه جمعش میشه انهار، یعنی رودخانه ها یا رودها. التجربه جدیده، تجربه جدید. کان فرس صغیر مع امه فی قریه، قالت ام الفرس لولدها. اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود. اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود. بسیار عالی جناب محبی عزیز. قالت ام الفرس لولدها، مادر اسب برای فرزندش یا به فرزندش گفت، مادر اسب به پسرش یا به فرزندش گفت، نحن نعیش مع الانسان و نخدمه. ما با انسان زندگی میکنیم و به او خدمت میکنیم. بسیار عالی. ما با انسان زندگی میکنیم و به او خدمت میکنیم. لذا اطلب منك حمل هذه العقيبة الى القرية المجاورة. لذا بردن این کیف را، لذا یا بنابراین بردن این کیف را به روستای مجاور یا کنار از تو میخواهم، یا از تو میخواهم که این کیف را به روستای مجاور یا کناری ببری. بسیار عالی جناب محبی. بنابراین از تو میخواهم این کیف را به روستای مجاور ببری. مجاور هم کناری تو پرانتز لطف کنی بذاری بهتره. بنابراین بردن این کیف را به روستای کنار ببری. بنابراین از تو میخواهم که این کیف را به روستای کناری ببری. نه این مجادله هم یه نفر دو نفر که می‌نویسن کافیه دیگه. شما می‌نویسن که اگر یه موقع کسی تو گفتمان ما کم آورد برای نوشتن، دوستان محبت میکنن که بخی استفاده ببرن، محبت میکنی جناب مجاهد. همین که بنویسی به دقت کنی کافیه. هوا یحمل الحقیبه و یسحب الى القریه المجاور. او کیف را بر میدارد و به روستای مجاور میرود. او کیف را بر می‌دارد و روستای مجاور می‌رود. فی طریق یشاد و نهرم،
در راهش رودخانه ای را میبیند. در راهش رودخانه ای را میبیند. بله جناب خضری، اگر فعل رو لطف کنید با آخر قرار بدید، فارسی رومون ترجمه میشه و تحت لفظی نیست بهتر است. ترجمه تحت لفظی بیشتر برای کتاب و قرآن مد نظر قرار داره. یخاف الفرس و یسل بقرتن واقفتن جنب النهر. اسب میترسد و از گاوی که کنار رودخانه ایستاده میپرسد. بسیار عالی جناب خدری. ترجمه بسیار کامل و مرتب. خب هل عبر علی العبور، آیا میتوانم عبور کنم؟ بسیار عالی. یا آیا قادر بر عبور کردن هستم؟ البقره تو تقول و گاو میگوید نعم لیس النهر عمیقا. بله رودخانه عمیق نیست. احسن بر شما جناب محبی عزیز، بسیار عالی ترجمه. یسمع سنجاب کلام هما و یقول، سنجاب سخنشان را میشنود و میگوید. سنجاب سخنشان یا سخن آن دو را میشنود یا آنها را میشنود و میگوید. لا ایها الفرس، میشنود میشنود سنجاب سخنشان را میشنود و میگوید لا ایها الفرس الصغیر، نه ای اسب کوچک، نه ای اسب کوچک، انت ستغرق فی الماء، تو در آب غرق خواهی شد، تو در آب. بله بسیار عالی جناب خدری، تو در آب غرق خواهی شد. ببینید بچه ها، ستغرق و قاعده فعل مستقبل هست س یا سوف به اضافه فعل مضارع میدهد فعل مستقبل یا آینده. تو ترجمه فعل مستقبل دو جزء است. مثلا ما وقتی میگیم ستذهب یا سوف تذهب میشه خواهی رفت، خواهی رفت. ستذهب یا سوف تذهب خواهی رفت. سأذهب یا همون سوف اذهب بچه ها خواهم رفت. سنذهب یا سوف نذهب خواهیم رفت. یه نکته اینجا هست، تو ترجمه فعل مستقبل اگر دقت کنید یه نکته هست که خیلی میتونه کمک کنه به ما که بدونیم ترجمه اون همیشه چجور هست و یه فرمولی به نوعی درش نهفته است. اگر عزیزی متوجه شده میتونه دستشو بالا کنه تا ما
میکروفون شو فعال کنیم. اگه عزیزی متوجه شده که تو ترجمه جناب محبی عزیز الان اگه اجازه بدید بفرمید آقا. آی محبی بفرمید. آی محبی سلام آقا، تو ترجمه آقا اگه خواهی نما کنی آقا همه این فعلا که ترجمه میشن آقا کلمه خوا گرفتن. خب مثلا آقا خواهم رفت، خواهی رفت، خواهن رفت. خب چه نکته ای درش نافته است؟ این دو تا جزئی که شما میبینید چی به ذهنتون میرسه؟ آه که رفت ثابت ها. بسیار عالی، آفرین بر شما. که جزء دوم فعل به قول دوستون ثابت هست بچه ها، جزء دوم فعلتون ثابت سوم شخص مفرد، جزء دوم فعل همیشه ثابت به صورت سوم شخص مفرد میاد و شخص ها را جزء اول که گواه بر آینده است معلوم میکنه. جزء دوم سوم شخص مفرد اینم یادتون باشه همیشه به صورت ماضی هست. سوم شخص مفرد ماضی بچه ها و جزء اول هست که تغییر پذیره تو فعل مستقبل. معنیش دو جزء هست، جزء اول بیان کننده شخص ها و تغییر پذیر بل اجبار چون میخواد شخص ها را تعیین کنه، و جزء دوم همیشه به صورت سوم شخص مفرد ماضی میاد و ثابت هست. بسیار عالی، ممنون آقا. آقا همین فعل هم فعل مستقبل جان؟ همه این فعل ها همینطوری هم یا فقط مستقبل؟ نه نه، فعل مستقبل به این صورته. فعل مستقبل به این صورت هست که معنیش دو جزئی هست و جزء اولش تغییر میکنه و جزء دوم به صورت سوم شخص مفرد ماضی ثابت. بله. خب آقا بله. پس هوا مگه نمیشه خواهید رفت؟ جان تذهب و خواهی رفت. خود چرا نوشید خواهیم رفت؟ نه این از هوا هست. سنزه با اول شخص جمع آبا. اون اولی تذهب هست که نوشتیم خواهی رفت. بعدی اول شخص مفرد هست خواهم رفت. بله. و اون آخریه اول شخص جمع. سنذهب و خواهیم رفت. خب ادامه ترجمه را. هذا النهر عمیق جدا، این رودخانه خیلی عمیق است. این رودخانه خیلی عمیق است. جدا را جناب کرمی عزیز جهت اطلاع سایر دانش آموزان عزیز، جدن بهترین معنی که براش در نظر میتونیم بگیریم خیلی هست. چون وقتی ما میگیم بسیار، یه آن کثیر میاد تو ذهنمون. کثیر، زیاد، بسیار، قلیل، اندک. ولی وقتی میگیم خیلی، جدن بهترین معنی و مناسبترین معنی برای این واژه است. این رودخانه خیلی عمیق است.
تو زبان محاوره خودمونم بیشتر میگیم یه روی داریم میریم مثلا دوستی رفیق اینا پیاده‌روی یا هر چی میخواد بدوزه میگه خیلی خیلی دور بی، خیلی دور بی، نمیگیم بسیار دور بی. علیکه به رجوع، بر تو لازم است که برگردی یا تو باید برگردی. اتفهمو؟ بسیار عالی. آیا میفهمی؟ آیا میفهمی؟ ا به معنای آیا هست، مثل حل. آیا میفهمی؟ ولد الفرس يسمع كلام الحيوانين ويقول في نفسه. چه بگیم کره اسب که مناسب تر است برای حیوانات کار بردش، یا فرزند اسب، پسر اسب سخن دو حیوان را میشنود و با خودش میگوید، سخن دو حیوان را میشنود و با خودش میگوید. جناب خدری عزیز بسیار عالی معنیتون. بله. ماذا افعل یا الهی؟ ای خدای من، یا خدایا چه کار کنم؟ بازم بهترین معنی اینجا ای خدای من یا الهی، ای خدای من چه کار کنم؟ فیرجع الی والدته و یبحث عن الحل. پس به سوی مادرش باز میگردد یا بر میگردد و به دنبال راه حل یا به دنبال چاره ای میگردد. بسیار عالی. به دنبال راه حل یا به دنبال چاره ای میگردد. الام تسأله، مادر از او میپرسد، مادر از او میپرسد. تسألهو، مزاره از جناب کرمی عزیز میپرسد، مادر از اون میپرسد. لماذا رجعت، چرا برگشتی؟ چرا برگشتی؟ بسیار عالی آقای اسکندری عزیز. چرا برگشتی؟ یشرح الفرس القصه و تسمع العم کلامه. اسب داستان را توضیح می دهد، اسب داستان را توضیح می دهد و مادر سخنش را می شنود. بسیار عالی. اسب داستان را شرح می دهد، توضیح می دهد، مادر سخنش را می شنود. آقای محبی و اسکندری عزیز و سایر دوستانی که واقعا پا به پای ترجمه محبت میکنن و چت میکنن برای راحت‌تر شدن کار سایر دوستانشون. الام تسأل ولدها، مادر از پسرش میپرسد، مادر از فرزندش یا از پسرش میپرسد. ولدها، پسرش یا فرزندش میپرسد. ما هو رأیک، نظر تو چیست؟ آفر، نظر تو چیست؟ اتقدر علی العبور ام لا، آیا میتوانی عبور کنی یا نه؟ بسیار عالی آقای محبی عزیز، آیا میتوانی عبور کنی یا نه؟ آفرین بر شما عزیزان. من یصدق، چه کسی راست میگوید؟ و من یکذبو، و چه کسی دروغ میگوید؟ چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ میگوید؟ بله. ما اجاب الفرس الصغير عن سؤالي ولكنه قال بعد دقيقتين. اسب کوچک به سؤالش جواب نداد، اسب کوچک به سؤالش پاسخ نداد یا جواب نداد. جناب خدری عزیز، جهت اطلاع،
این چیزی که شما می‌نویسید صحیح هست، ولی عزیزانی که واقعا همه عزیزان تلاش کننده هستن و پیگیر، ولی خب چند تا از دوستانتون چه در امتحان و چه در کلاس که ما می‌بینیم، واقعا جناب خزایی، جناب خدری، جناب محبی و جناب کرمی عزیز از عزیزانی هستن که واقعا ما احساس میکنم دارن ریشه‌ای یادگیری دنبال میکنن و انشالله که سایر دوستان هم به همین ترتیب و همین روال انشالله پیگیر خواهند بود و آرزوی ما اینه که تا آخر سال تمامی دانش آموزان هم ردیف و همسان با همدیگه تو یادگیری دوشادوش همدیگه رقابت داشته باشن. جهت اطلاع خودتون، وقتی یه ضمیر متصل هست، وقتی یه ضمیر متصل میاد بچه ها، مثل هیا و ها که میگیم، ها ضمیر متصل شه، هیا ضمیر منفصل شه، وقتی میگه ما عجاب الفرس و سویر و انسآلی ها، اینجا بگیم پرسشش یا سؤالش مناسبتر هست تا بگیم سؤال او. مثلا بگیم مادرش، والدتی ها مادرش، یا بگیم مادر او، مادرش زیبنتر است. توی ضمیرهای متصل اگه یادتون بیاد توی واژه‌نامه که ترجمهشو برای ما نوشته بود، می نوشت اش، او، آن، یعنی اولویت اول رو می داد به اش، نه اینکه اینم مشکل داره، او و آن هم می آورد برای اشیا بیشتر آن به کار می رفت، برای اشخاص اش و او به کار می رفت، ولی بازم اولویت اول و بهتر با اش. لکن او قال بعد دقیقتین، اما او پس از دو دقیقه گفت، اما او پس از دو دقیقه گفت، دقیقتین مثنا هست، اما او پس از دو دقیقه گفت، بسیار علی، بسیار علی های اسکندری عزیز که امروز به جمع چت کنندگان کلاس پیوسته و بسیار ما خرسندیم از حضور این عزیز. آقای کرمی عزیز ترجمه بسیار کامل و رسایی را بیان میکنند و نوشته شده که میتونید ملاحظه کنید. البقره تو تزدخ و سنجاب و یزدخ ایزن، گاو راست میگوید و سنجاب هم راست میگوید، گاو راست میگوید و سنجاب هم راست میگوید. بله، البقره تو کبیر تو و سنجاب و صغیر، گاو بزرگ است و سنجاب کوچک است. کل من هما یقول رأیه. بله، بسیار عالی. کل هر یک از آنها، هر یک از آنها نظرش را میگوید، هر یک از آنها نظرش را میگوید. فهمت الموضوع، موضوع را فهمیدم. ترجمه بسیار عالی و مرتبی است از جناب آقای کرمی عزیز که زحمت کشیدن و دوستان میکنم بنویسن و عقب نیفتن. یفهم الفرس و سریر و کلام امهی و یذهب الى النار و یشاهد البقره و سنجاب و مشغولین بالجدل، و سنجاب مشغولین بالجدل. بله، بله، مجددا جناب آقای کرمی اسب کوچک سخن مادرش را میفهمد و به سوی رودخانه میرود. سخن مادرش را میفهمد و به سوی رودخانه میرود. بسیار عالی. و گاو و سنجاب را میبیند که مشغول بحث و جدل هستند، بحث و ستیز هستند بخورند.
برای گاو داره میگه البقره تو میگه انا از دخو و انت تکذب و بسنجاب میگه میگه من راست میگویم و تو دروغ میگویی. بله من راست میگویم و تو دروغ میگویی. و سنجاب میگه چی؟ لا انا از دخو و انت تکذبینم. نه من راست میگویم و تو دروغ میگویی. آفرین. من راست میگویم و تو دروغ میگویی. یعبر الفرس زاری که نهر به سهوله. اسب از اون رودخانه به آسانی عبور میکند. اسب از اون رودخانه به آسانی عبور میکند. بله بسیار عالی. به آسانی به راحتی از رودخانه عبور میکند. میگذرد. کاملا درسته. ثم یرجع و یفرح لتجربه جدیده. سپس بر میگردد و برای تجربه جدید خوشحال میشود. سپس بر میگردد و به خاطر این تجربه جدید خوشحال میشود. کاملا درسته. بله. تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. حدیثی از رسول گرامی. بسیار علی جناب پیراسته، جناب خاسمی عزیز، جناب خلیفه و سایر عزیزان که جناب اسکندری گل که سنگ تموم نادن واقعا. یک ساعت یا ساعتی اندیشیدن از عبادت 70 ساله یا 70 سال عبادت بهتر است. بله اینم از ترجمه درس. بله خب فعل مضارع دومون اشاره داره به بله اشاره داره به سوم شخص مفرد برای مضارع مذکر، سوم شخص مفرد برای مضارع مؤنثش و اول شخص جمع. پس ببینید بچه ها سه تا فعل رو اینجا برامون مطرح میکنن. سوم شخص مفرد و مذکر، سوم شخص مفرد و مذکر برای مضارع که واسطه باشه فعل مضارع است. یفعل سوم شخص مفرد مؤنث برای مضارع مجردا که میشه تفعل و اول شخص جمع که مشترک برای مذکر و مؤنث هست میشه نفعل. یفعل انجام میدهد مذکر. بله اونم باز انجام میدهد نفعل انجام میدهیم. بله انجام میدهد دو تا سوم شخص ها و اونم انجام میدهیم. نه جناب محبی عزیز سوم شخص هست. وقتی سوم شخص هست غایبه. انجام میدهد اون تفعلی که شما میفرمایید باید دوم شخص مفرد مذکر باشه که بشه انجام میدهی. متوجه شد عزیزم؟ زمانی ما میتونیم بگیم انجام میدهیم که شخصمون دوم شخص باشه.
و اگر سوم شخص باشه دیگه چنین امکانی نیست. وقتی شما براتون مشخص شد که سوم شخص میشه انجام میدهد، ولی وقتی دوم شخص شد میشه تفعل و انجام میده. از کجا بدونیم؟ بله ببینید ازان سوال قشنگ کرد دوستون. با توجه به ضمیر و یک قرینه های دیگه، چه ضمیر منفصل و چه ضمیر متصل، ما متوجه میشیم. بله ضمیر فعلمون که مشخصه. الان یه توضیح برای یه مثال بزنم رو تابلو براتون مشخص میشه. حالا چه مثلا وقتی ما میگیم هوا یفعلو، هوا یفعلو، ما میفهمیم که هوا ضمیر برای سوم شخص مفرد مذکر هست، او انجام میدهد مذکر، ولی میشه او انجام میدهد مذکر. با توجه به ضمیر و اون یه مضارعی که اومده مشخص میکنه. حالا اگر ما بخواییم بفهمیم که یه تفعلو میشه او انجام میدهد مؤنث، این چیزی که عرض کردم خدمتتون سوم شخص. یا اگه بگه مثلا تفعلها، تفعلها انجامش میدهد، انجامش میدهد، باز اینجا این ها برای ما مشخص میکنه که تفعل سوم شخص مفرد است. ولی اگر یه زمانی گفت انت تفعلو، تفعلو میشه تو انجام میدهی، اون چیزی که جناب محبی اشاره دارم، این میشه دیگه دوم شخص مفرد. خب سوالی نیست عزیزان؟ ادامه بدیم. هذا الولد الصغير يلعب بسيارته، این پسر کوچک با ماشینش بازی میکند. با ماشینش، جناب اسکندری عزیز عالی بود، ماشینش، چون میگه به سیارت هی. تلک المرعه تنفع اسطها، آن زن به خانواده اش سود میرساند، آن زن به خانواده اش سود میرساند. نحن نقرأ القرآن، ما قرآن میخوانیم، ما قرآن میخوانیم. بله نحن نذهب الى بیت الله، ما به خانه خدا میرویم. بله ما به خانه خدا میرویم. آفرین. جمله‌های زیرا معنی کنید. انت تجلس علی العرض و والدتک تجلس علی الکرسی، صفحه 45 را باشه اگه اشتباه نمی‌کنم تو کتاب شما. جناب محبی عزیز اینجا دقیقاً دو تا تجلس را آورده. تجلس اول میشه دوم شخص مفرد و صفحه 46 جناب پاکدیل عزیز اشاره دارم. بله تجلسه اول میشه دوم شخص مفرد و تجلسه دوم میشه سوم شخص مفرد. تو بر روی زمین مینشینی، انتر آورده زمینش که قرینه و شاهد و گواه بر دوم شخص مفرد بودن فعلمون هست.
تو بر روی زمین می نشینی و مادرت بر روی صندلی می نشیند. بله، تو بر روی زمین یا روی زمین و مادرت روی صندلی می نشیند. بسیار عالی. اختی تقول لی، خواهرم به من میگوید، خواهرم به من میگوید، یا اخی، یا اخی، ای برادرم. آقا صفحه 46، جناب مجاهد عزیز، صفحه 46 است. خواهرم به من میگوید و برای من میگوید، ای برادرم، آیا تو حق را میگویی؟ میگویی؟ آفرین جناب خزایی عزیز، فعلات مضارع هست دیگه، حواست باشه. آیا تو حقیقت یا حق را میگویی؟ خواهرم به من میگوید، ای برادرم، آیا تو حق را میگویی؟ آیا تو حق را میگویی؟ جناب اسکندری عزیز یه آیان اضافه بشه، انت، آیا تو. آفرین. خب بچه ها، با توجه به متن درس، اون چیزی که مد نظر بود، تمارین. طلبت ام الفرس من ولدی یا حمل عقبت مملوعت به ذهب. نادرست. آفرین بر شما. دو، قالت ام الفرس البقره کبیره و سنجاب و صغیر. بازم نادرست، چون خود فرس اسب این نتیجه رسید. آفرین. قالت البقره للفرس انت تغرق في النهر. بازم نادرست. ماشاءالله ماشاءالله. پس یک، دو، سه نادرست. از سنجاب و البقره تو صادقان فی کلام هما. درست. آفرین بر شما. چون سنجاب از دید خودش نظر شده داشت میگفت و گاو هم همینجور، هر دوش درست میگفتن. ابر الفرس النهر به سهوله. این هم درست. احسن بر شما. پس ستای اول شد نادرست و اون دوتای بعدی شد درست. جمله ای را با توجه به تصویر ترجمه کنید. حاضر را جلایت سر قبور شهدا. این مرد قبرهای شهیدان را میشوید. این مرد قبرهای شهیدان را میشوید. بله. بسیار عالی. حالا بعدی ببینید. این زن قبرهای شهیدان را میشوید. بله، این زن قبرهای شهیدان را میشوید یا شستشو میدهد. احسن باشه. بله. نحن نذهب الى الجبل لحفظ نظافت الطبیعه. بله، کاملا درسته. ما برای حفظ نظافت یا پاکیزگی طبیعت به کوه می رویم. کاملا درست. ما برای حفظ نظافت طبیعت یا پاکیزه بودن طبیعت به کوه می رویم. بسیار عالی. خب جمله های زیرا ترجمه کنید، سپس زیر فعل مضارع خط بکشید. بله. و من یشکرو فانما یشکرو لنفسه. و هر کس شکر کند پس فقط برای خودش شکر می کند. بسیار عالی جناب خدری عزیز، جناب آقای پاکدل. ببینید جناب پاکدل، یه نکته اینجا ضروری است که ادات شرط، یعنی کلماتی که شرطی هستن، مثل من، ازا، لو، حتی در اول جمله که میان، من، معنای من زمانی که صحیح‌ترش این هست، زمانی که اول جمله واقع میشه هر کس معنی بشه، و زمانی که میاد وسط
جمله یا عبارت واقع میشه کسی که معنی بشه. و هر کس که شکر کند پس تنها یا فقط برای خودش شکر میکند. یشکرو و یشکرو دوتا فعل مضارع هستن که کاملا درست اشاره شد. بله جناب آقای بهرانی عزیز که شهیدان هم نوشته بودی شهرستان واسط باشه. والدنا یعملو فی المصنع و والدتنا تعملو فی المکتبه. بسیار عالی. پدر ما در کارخانه کار میکند و مادر ما در کتابخانه کار میکند. احسن بر شما. پدر ما در کارخانه کار میکند و مادر ما در کتابخانه کار میکند. جناب پیراسته عزیز اشاره به افعال کاملا درسته. یعملو و تعملو هست. بله جناب بهرانی عزیز من با به مزا عرض کردم خدمتون، ولی خب نیت شما شهیدان هست قطعا. جدی ما طلب منا مساعدت هم و جدتی تطلب مساعده. بله پدر بزرگم از ما درخواست کمک نکرد یا کمک نخواست و مادر بزرگم کمک میخواهد. کاملا درسته، کاملا درسته. و مهدی جان اشاره داره به فعل مضارع که کاملا درسته تطلب و احسن بر شما. انت تجمع الاخشاب ام اختک تجمعو. بله آیا تو چوبه ها را جمع میکنی یا خواهرت جمع میکند؟ بسیار عالی. آیا تو چوبه ها را جمع میکنی یا خواهرت جمع میکند؟ که اشاره دوست عزیزتون جناب محبی تجمعو تجمعو مشترکن. بله فعل مضارعتون هستن. تجمعه اول دوم شخص مفرد هست و تجمعه دوم سوم شخص مفرد هست که اینجا بله یا خواهرت جمع میکنند. جناب آقای اسکندری هم چت کردن برامون. بسیار عالی. خب عزیزان خیلی خوب بود. ببینید همین که محبت میکنید و زحمت میکشید و پا به پای درس دارید میاید جلو، این خیلی خوبه و ما احساس میکنم که شما عزیزان، اینو بدون تعارف بهتون بگم، خیلی به نسبت دو ماه قبلتون در حال پیشرفت و رشد هستید انشاءالله. و میبینم که نه واقعا دارید دنبال میکنید درسو. اگرچه ما آی پاک دل چشم نمره امتحانیتون رو بعد میخونم براتون، اگرچه ما یکم سخت میگیریم بهتون، خدا میدونه که هدفمون رشد و تعالی شماست. وگرنه فکر نکنید که ما یه آدمی هستیم که از سخت گیری دانش آموز خدایی نکرده اذیت کردن اون مد نظرمونه و اصلا این جور نیست. و عزیزانی که اسمو بخورن کار کرده ما را فهمیدن، چه دوست چه قوم چه خیش چه همسایه چه خواهر چه برادر، خدا میدونه که ما همیشه همین بوده و به عنوان یه آدم سختگیره چه جور بهت بگم، یه آدمی که خوشکم تو کلاس نبودیم، در این سختگیری و نظم تو کلاسمون خیلی هم با بچه‌ها دوست بودیم و دوست هستیم. خدا میدونه بارها و بارها شما سوال بگیرید، هنوز که هنوز دانش آموز سال 79 80 ما با هم دیگه مرتب سلام علیک و زنگ و تلفن و فلان اینا با هم، و همیشه میگه آقا یادت چه امتحانات سخت بود، چه اذیت میکردی تو امتحان ما را. ولی واقعا میگه آقا بعد که تو دانشگاه رفتیم و بعد که واقعا پایه متوسطه دوم رفتیم، مقطع متوسطه دوم، فهمیدیم که چقدر سخت گیری ها. به قول دوست عزیزتون که میفرماد اگه سخت نگیرید یه جایی گیر میفتیم، ما میتونم خیلی راحت دو تا صفحه سه صفحه مشخص کنم، یه نمره آبکی هم بهت بدم دلت خوش باشه، ولی خب هیچ چیز تو چنته نداشته باشی.
و به قول آقای محبی عزیز واقعا به نفع خودتون هست و ما هم به پاس این رشد تعالی شما و تلاشی که داشتید به همه تون نفری دو نمره تو امتحان کمک میکنیم. هر نمره که گرفتید نفری دو نمره هم با عنوان تشویقی و سختی کارتون که زحمت کشیدید واقعا تو این ایام و مرتب روزی 5-6 ساعت پای چه مونیتور کامپیوتر و لپتاپ و یا توی صفحه گوشیاتون که واقعا آزاردهنده است 5 ساعت 6 ساعت انصافا ما درک میکنیم، چون بچه خودمونم تو خونه همینجور دانش آموز هست و داریم میبینیم که چقدر خسته کننده است. این دو نمره را به عنوان تشویقتون برای انشاءالله اینکه تو امتحانات بعدی نیازی به این دو نمره ما هم نداشته باشید و خودتون نمره کامل بگیرید انشاءالله بهتون به عنوان هدیه و تشویق داده میشه. یعنی هر نمره‌ای که ما الان میخونم براتون اینجا به اضافه 2 بکنید اونو برای خودتون. خب قدرت توانستی، ما قدرت نتوانستی، یسأل میپرسد، سیسأل خواهد پرسید. یسأل میپرسد، سیسأل خواهد پرسید. نفتهو باز میکنیم، سوف نفتهو باز خواهیم کرد. ببینید نفتهو باز میکنیم، مضارع سوف نفتهو باز خواهیم کرد، مستقبلی آینده است. ترقت کوبید، تطرقو میکوبد. تطرقو اینجا مساوی با ترقت سوم شخص مفرد اومده. جناب محبی عزیز، جناب خزایی عزیز، جناب محبی عزیز که واقعا تو شناخت فعلها خیلی دارن دقت میکنن، تطرقوی اینجا میکوبد سوم شخص مفرد هست، میکوبد هست. جناب خزایی عزیز که من متوجه بودم اینجا احتمال میدادم که اشتباه کنی اینو، چون دقیقا ترقت کوبید سوم شخص، تطرقو هم میکوبد سوم شخص هست عزیزم. دومیش چه بیمون؟ دومی از سیاسال خواهد پرسید منظوره؟ آی پاکیان عزیز، یسال میپرسد، سیاسال خواهد پرسید. بله فعل چیز مستقبل هست عزیزم و خواهد پرسید، پرسیدم، پرسیدی، پرسید، همون فرمولی که عرض کردم خدمتون، سوم شخص مفرد ماضی ثابت. اینو تو ذهنتون باشه، هیچ وقت دیگه فراموش نمی کنید که دو جزء است و جزء دومش ثابت سوم شخص مفرد ماضی هست. فهمتو، فهمیدم، اول شخص مفرد، سأفهمو، خواهم فهمید، بازم اول شخص مفرد هست. اولیش اول شخص مفرد ماضی و دومی اول شخص مفرد مستقبل هست عزیزان، مستقبل هست. بله جناب خلیفه عزیز رسم الخط فارسی هم رعایت نمی کنه و مستقیم به هدف میزنه، خواهم پرسید، واو شو که جز رسم الخط فارسی را پاس بدار عزیز دلم. و بله شربنا نوشیدیم، اول شخص جمع ماضی، نشربو می نوشیم، اول شخص جمع مضارع، می نوشیم. عزیزان اگر گفته بود سنشربو یا سوف نشربو اون موقع می شد خواهیم نوشید. بله بسیار عالی بچه ها، می آیم تمرین الخامس. عزیزان تمرین الخامس، انت چون که دوم شخص مفرد مؤنث هست میشه تذهبینه، تذهبینه. آقای مجاهد عزیز بله می نوشیم، کاملا درسته آقا.
تذهبینه انت بچه یعنی احساس میکنید که عبارت اول مگه انت بله تذهبینه درسته و دوم میشه حل تعرف و ذالکل مدرس و یا اخی از رو اخی میفهمیم که تعرف و باید به کار بره اولی هم با توجه به ضمیری که داره میفهمیم که مؤنث باید به کار بره باز یا اختی ای خواهرم باز ضمیر متصل که همه و همه اینا انت که اختی قرینه و شواهدی هست که ما فعل مفرد مؤنث به کار ببریم و دومی با توجه به نه نه اینجا آقای خضری عزیز آقای خضایی عزیز که فرمایش میکنن یکی از شواهد ذالکه هست نه اینو حواست باشه توضیح میدم خدمت الان درسته یکم کارمون طول میکشه ولی یاد میگیرید ببینید ذالکه اسم اشاره برای مدرسه جناب خضایی عزیز ذالکه اسم اشاره برای مدرسه هیچ ربطی به این که چه فعلی اینجا باید بهش بدیم نداره اسم اشاره برای مشاران الیهش هست که مدرسه اینجا اخی هست که مخاطب هست ای برادرم یا اخی ای برادرم تعرفو میشه انا سوف جای خالی خب ببینید اینجا دی بچه خیلی راحت شما میتونید بفهمید سعبه یا سوفه آفرین آیه کریمی فقط بر سر فعل مضارع میاد اینو دیگه فریب نخورید فقط بر سر فعل مضارع یعنی فعل ماضی رجعتو یه گزینه انحرافیه میره کنار نهنو جای خالی یه قید زمان اینجا بهتون کمک میکنه قبل یعنی گذشته میفهمی که بین فعل مستقبل و فعل ماضی کدومش انتخاب کنی احسن بر شما ذهبنا نهنو ذهبنا بسیار عالی آقای باید صفحه 49 باشه عزیزی که اشاره داره چه صفحه های قلیزاده صفحه 49 عزیزم بله بسیار عالی جناب عزیزان جناب محبی عزیز اشاره درود العاقلو شخص عاقل مذکر نگفته العاقلتو العاقلو میشه ینظرو چون سوم شخص مفرد هست فعل ینظرو مناسب ترین هست خب میاییم تمرین و ثابت جدول خودتون زحمتشو بکشید در گروه های دو نفر مکالمه کنید عین بیتوکه او عبارت دومی که کم رنگ تر میشه برای مدارس دخترون است که عبارات مؤنث هست عین بیتوکه شما اصلا خیلی راحت بگو براز جان باید به عربی جواب بدید بهش عزیزان عین بیتوک فی براز جان یا براز جان هل انت فی المکتبه؟ لا لا گفته الان شما تو کتاب خانید؟ نه لا انا فی المدرسه مثلا لا کاما میذارید انا فی المدرسه مازا فی یدک بله دوستون اشاره داره فی شعر بیام نور بسیار عالی آیه قاسمی عزیز که میدونه په تو رسم خط عربی هیچ جایگاهی نداره و نوشته نمیشه بیام نور بسیار عالی فیشار بیام نور هم میتونی بگی میتونی خیلی جزئیش کنی مثلا خیابون تو بگی کوچه تو بگی شهرت هم بگی مازا فیدک میتونی بگی کتابی فیدی قلمی قلمون کتابون اتعرف مدیر المدرسه نعم کاما میذاری از سید کمالی از سید کمالیان آیه کمالیان هست کم صفن فی مدرستک چند کلاس در مدرسه شما هست شما مثلا میگید اربعتو خمسه یا ثلاثه اشاره میکنید احسن بر شما نه چند کلاس جناب کرمی عزیز نه گفته کلاس چندومی که شما بگید از سامن هشتم چند کلاس باید عدد اصلی براش بکار بری عزیزم عدد اصلی باید بکار بره نه ترتیبی ترتیبی زمانی میاد که بگه چندم ولی وقتی میگه چند تا سمانیه خمسه سته سبعه خب بخونید و ترجمه کنید لا خیر فی قولا الا مع الفعل
هیچ خیری در گفتاری یا سخنی نیست، هیچ خیری در گفتاری نیست جز با انجام آن. باشه نمره تم میخونم، بذار اصل درسمون رو تموم کنیم. اگه نمره تو اینجا نرسیدم بخونم براتون چکار میکنم، مینویسمش و توی گروه براتون میفرستمش، نگران نباشید. هیچ خیری در گفتاری نیست جز با انجام آن. از سکوت زعب سکوت تلاست و سخن نخره است. اکثر خطای ابن آدم فی لسانه، بیشتر خطای فرزند آدم در زبانش است. بله بیشتر اکثر خطای ابن آدم فی لسانه، بیشتر خطای فرزند آدم، بیشتر خطاهای فرزند آدم در زبانش است، یا بیشتر گناهان فرزند آدم در زبانش است. درسته. الکلام و کده و قلیل و ینف و کثیر و قاتل، سخن مانند داروست، اندکش سود میرساند و بسیارش کشنده است. احسن بر شما. سخن مانند داروست، اندکش سود میرساند یا کمش سود میرساند و زیادش کشنده است. آیه کریمی عزیز و جناب محبی بسیار عالی. غضب الجاهل فی قوله و غضب العاقل فی فعله. احسن بر شما. خشم نادان در گفتار اوست و خشم عاقل در عمل او یا کردار او. بسیار عالی جناب خدری عزیز. بله خشم نادان در سخنش یا گفتارش و خشم عاقل در کردارش یا کارش. احسن بر شما. خسته نباشید، یکم خسته شدید مطمئنم، به درازا کشید، ولی خب لازم بود. بذاری حضور غیابم بکنم. ما اینو که عزیزان، آقای آزادی که هفتم هست، میام سراغ هشتمی عزیز جناب آپیکر. هر که اسمشو میخونم حاضری بزنه. عزیزان متشکرم. آقای خنبری عزیز اسم که خوندم حاضری بزنه. آقای آپیکر، آقای آپیکر عزیز احسن بر شما. جناب احمدی نیا احسن. جناب اسفندیاری حاضر احسن بر شما. جناب پاکدل امروز سوم هست بچه ها دیگه، درسته؟ امروز سوم ها؟ چهارم احسن. جناب پاکدل، جناب پاکیان بوشهری عزیز، جناب تشندل عزیز، جناب حسین پور، جناب حسین پور عزیز احسن بر شما. جناب خزایی عزیز، جناب خلیفه عزیز، جناب زمانی احسن بر شما. جناب عباس‌زاده گل، آقای عباس‌زاده، آقای عباس‌زاده، آخ دل غافل. جناب غلکار احسن بر شما. جناب خلیزاده احسن. و جناب کرمی عزیز که امروز خیلی به زحمت افتادید عزیزم. جناب کلایی، جناب کلایی شما هم خسته نباشید آقای کریمی عزیز. جناب کلایی هم نیستن. جناب محبی عزیز که امروز خیلی زحمت کشیدن و قدردانی میکنیم ازشون. جناب محبی نژاد احسن بر شما. جناب منفرد، جناب منفرد، جناب میرکی احسن، آقای میرکی عزیز و جناب اسکندری عزیز که امروز واقعا سنگ تموم نادن. شما هم خسته نباشی عزیزم. و جناب بهرانی فرد که چندین بار قبول زحمت کردن. ولی آیه بهرانی فرد املا تو یکم روش کار بکنه، حاضرت هم دسته داره. خب جناب بناری عزیز احسن بر شما. بله جناب پیراسته عزیز مهدی جان که خیلی زحمت ما را دارن توی گروه میکشن و خدا قوت بهشون میگیم.
و جناب سنایی عزیز که بله، جناب حیدری احسن بر شما، جناب حیدری عزیز و جناب خدری که واقعا امروز نقش بسیار فعالی داشتن، جناب راشدی عزیز. آقای بهرانی گناه گردن تایپ ننده باشه، ما میپذیریم، ولی خب نه، یک کمی خود هم کمکاری میکنی عزیزم. جناب راشدی عزیز احسن بر شما، شما هم خسته نباشید. جناب رحیمی، جناب رحیمی، جناب رحیمی عزیز، جناب سرور، بله احسن، جناب فاطمی راد، چشم آقای کریمی، چشم آقای بهرانی. ما حضوراً که ندیدیم شو، ولی احساس میکنیم که آدم جنبداری از داریم، من باب مزا با شوخی میکنیم که یکم جب عوض بشه. جناب فاطمی راد نیستن، جناب قاسمی عزیز که امروز چندین بار توی چت کردنا دوشادوش دوستان میومدن. جناب قنبری عزیز شما هم خسته نباشید آقای قاسمی عزیز. جناب کمالی زاده، جناب کمالی زاده، جناب کهنسال احسن، آقای پاک دل، ما هم از نوع چت کردنش به این مطلب پی بردیم. جناب کهنسال، جناب لاری دشتی، آقای لاری دشتی، این سه نفر اصلا ما نمیبینم شو، این دوستانتون شمار تماسی از شو دارید، هر چی دارید یه جوری بهشون بفهمونید. خیلی غیبت دارن آقای کمالی زاده و کهنسال لاری دشتی، عجیب غیبت دارن بچه ها. خب نمرات رو تا ما نگاه بکنم، اگه ایسا نمرات تو کیف ما تا بخواه گیر بیاد، اینا افغان رستمه. خب نمرات رو عزیزان هشتم هستید شما، اینایی که میخونم بدون این دو نمره ای هست که گفتم خدمتتون، آقای قنبری 6، آقای قاسمی 12، آقای کرمی 4، آقای راشدی 10، آقای غلکار 5، آقای سرور 4، آقای منفرد 6، آقای پیراسته 9، اسفندیاری 6، آقای رحیمی 3، آقای پاکیان 9، آقای فاطمی 2، آقای میرکی 7، آقای محبی نجات 3، آقای قلیزاده 5، آقای قاسمی 12، آقای زمانی 5، آقای حاجتی 5، آقای احمدینیا 12، آقای خدری 13، آقای کمالیزاده 8، آقای محبی 13، آقای خزایی 14، آقای اسکندری 11، آقای تشندل 1، آقای بناری 12، آقای حیدری 5، آقای عبازاده که ندیدم اصلا چیز شو، آقای راشدی برگاشون، آقای پاکدل 6، آقای خلیفه 8، آقای سنایی 8. این هم نمراتتون که بله، اینا کیو گفتم 3 که میگه 3 گرفتیم، محبی نجات 3 گرفتن، آقای محبی 13 بود، نه از 15 است آقا، نمراتی که خواندم از 15 بود عزیزم، نمرات از 15 بود آقا، بعد از 15 که بود ما دو نمره هم باز اضافش میکنم انشالله، بعد ضریب تناسب میگیرمش از 20، نگران نباشید. یکی دو نمره، پس دیدید که دو نمره اینجا خیلی لازم و بجا بود. آیا اسفندیاری 6 گرفتی عزیزم، 6 بود عزیزم، در خدمتتونیم، خسته نباشید بچه ها. خب آقای راشدی الان منت ندارم، آقای محبی عزیز بذار بری بعد از ظهر، اما بازم خوب گرفتیم، خب خوبه، یکم آسان‌تر بگیرید، نه شما یکم پایتون رو باید بیارید بالاتر و تلاش بیشتری کنید. این امتحان همینجور که تو کلاس اول هیچ که حاضر نمیشد، الان ببینید چجور مرتب راه افتادید، انشالله تو امتحان هم به امید خدا همینجور راه میفتید و مطمئن باشید که انشالله را بیفتیم. ما این نمرات که ما ترتیب اثرشو خیلی کم لحاظ میکنیم تو امتحانتون، ناگفته نمونه بچه ها. یه مطلبی بهتون بگم، نمره که من میدم 3 قسم هست، یکی حضور در کلاستون 3 قسمت میشه، یکی حضور در کلاستون و یکی دیگه این
سوالاتی که تو کلاس میشه و فعالیتتون و یکی دیگه هم نمره آزموناتون هست. با امید خدا. خب خسته نباشید، خدا حافظ. جهت اطلاع عزیزانی که کتاب هم نگرفتن، کتاب تو مدرسه آماده است، کتاب کار میتونن بیان بگیرن. بله آقای مجاهد، حاضریتون رو زدیم عزیزان. بله اسمتون نخوندم آقای مجاهد، یه لحظه اجازه بده آقا، یه لحظه اجازه بده، چون شاید اسم تولیس اصلا نبوده. آقای مجاهد اسم تو لیست نیست، 82 هست یا 81؟ آقای مجاهد عزیز 82 هست یا 81؟ آقا 81 اسم تو لیست نیست عزیزم. جناب مجاهد اسمت اضافه میکنم، علی رضا مجاهد. چشم، نه حواسم بود که حاضری، اسمت هم اضافه شد، حاضری تمزدان جون. 81 نگران نباش، الان به دفترم یادآور میکنم که چرا اسمتون نیست. خداحافظتون عزیزم، خواهش میکنم، خداحافظتون.